یکی دیگه خیلی واقعا به کمدی بیشتر شباهت داره تا مثلا اعتقاد. صحیح بخاری با اون چاپ که دست من است، صفحه 1312، اونایی که قلم و کاغذ دارن اگر لطف کنن یادداشت کنن بعد میتونن ازش استفاده کنن. کتاب التوحید، باب قول الله تعالی وجوه یومئذ ناظره. اگر عزیزان تصویربردار براشون امکان داشته باشه، البته ما مکررم گفتیم دیگه بنا نداریم هر چی میگیم مدرکشو بیاریم نشون بدیم، خودتون برید بگردید. اما خود چون من صحیح بخاری رو با خودم آوردم دیگه از رو بخونه بهتره. کدوم دوربین عزیزان؟ بله، صحیح بخاری. بازم تکرار میکنم، اهل تسنن صحیح بخاری رو سرشون میگذارن، میگن بعد از قرآن صحیح ترین کتاب است، همه احادیثش درسته، هیچ دروغی توش نیست و باید به این احادیث هم عمل بشه. کتاب التوحید، باب قول الله تعالی وجوه یومئذ ناظره، با چاپی که دست من هست، صفحه 1312. یه حدیث طولانی است. اینو عزیزان دقت کنن، چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اینها معتقدن خدا دیده میشه در روز قیامت، وقت به یک شکل‌های خاصی هم نقل میکنن. راوی حدیث ابی سعید الخدری است که شاید نزدیک یک صفحه و نصفی حدیث طولانی است. عزیزان خودشون مراجعه کنن، من این تیکش نگاه برای شما میخونم. و انما ننتظر ربنا، روز قیامت بعضی میگن آقا ما منتظریم خدا بیاد. قال فیأتیهم الجبار. این حدیث رو اتفاقا صحیح مسلم هم جای شهیدی نقل کرده به طور کامل. من برخی از تعابیر رو که میگم تو این نیست اما در صحیح مسلم هست. اینها وایستادن میگن که خب خدای ما رو بگو بیاد. فیأتیهم الجبار، خداوند متعال میاد. در صحیح مسلم دارد که خداوند متعال با یک چهره دیگه میاد، یعنی قبلا اینا خدا رو دیدن، حالا خدا خودش رو عوض میکنه میاد. فیأتیهم الجبار فیقول انا ربکم، من خدای شمایم. فیقولون انت ربنا، تو خدای مایی. در صحیح مسلم دارد که برو آقا جان، به تعبیر من دروغ بگی، تو خدای ما نیستی، ما همینجا وای میستیم تا خدای خودمون بیاد. لعرض کنم که بله، خب انا ربکم، خداوند متعال به اینها میگه من خدای شمایم. فیقولون انت ربنا، اونا میگه تو خدای ما هستی و باورشون نمیاد. خداوند متعال میفهمد فیقول هل بینکم و بینه آیتون تعرفونه. حالا ببینید چقدر مسخره است. اونجا خدا داره به این بنده ها میگه شما اگه علامتی از این خداتون دارین، یه علامت اینه قبلا دیدینش، حالا من خدایم آقا جان، من خدای شما هم، چه گیر میدی؟ خب چرا قبول نمی کنی؟ نه آقا جان، بگو خدای خودون بیاد. و وقت خداوند متعال میفرماید آیا شما علامتی از این خدایی که میگید دارید؟ فیقولون بله علامت داریم. علامتش چیه؟ از ساق، اگه خدا پاچش بده بالا ساقش نشون بده ما قبول میکنیم. خداوند متعال واقعا نعوذ بالله چیه داره میخونیم ما انصافا. ولی بدانید اینها تو صحیح بخاری هست، این مزخرفات تو کتب سنی است. فیکشف عن ساقه، خدا پاچش میده بالا ساقش نشون میده، میگه آی بابا ما همو خدای ما، وقتی اشتباه نشه. عزیزان شما به این خدا معتقدی؟ خدایی که میاد میگه آقا من خدایم، میگن برو وجود تو نیستی برو. میگه آقا من همو خدایم که قبلا دیدی، میگه نه خیر. میگه آقا جان علامتش چیه؟ میگه من اگه پاچش بده بالا ما از ساقش میشناسیمش. خدا میگه من پاچمو دادم بالا بیا نگاه کن. و میگه ها درسته ببخشید اشتباه شد، همه سجده میکنن. این توحید عمری است، ای توحید ابوبکر است، ای توحید کسانی است که معتقدن ابوبکر و عمر به حقن. اما نعوذ بالله طبق آیه قرآن مزخرفات. وقت شما الان نگاه کنید، اگر کسی بیاد همین حدیث را به عنوان این که آقا مسلمانان به چه خدایی معتقدن همین را بیاد علم کنه، چه افتضاحی است. عزیزان این احادیث سخنگوی اسلام نیست، اینها اراجیفی است که نقل شده. اینم حدیث دوم در این که خدایی که شیعیان میگویند با خدایی که عمریون میگویند اینقدر با هم تفاوت داره.
پس اثبات شد در بحث توحید این دو تا گروه با هم